فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تلگر مسائل بین‌الملل از استکهلم با ما همراهی می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه خانم روستایی در واقع به نوعی درباره بحرین که صحبت کرده، نوعی تهدید در صحبتاش دیده میشه. روزنامه کیهان هم همینطور تهدید به حمله موشکی و اشغال کرده بحرین رو. به نظر شما حمله به بحرین چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ به نظر میرسه اگر موضوع حمله به بحرین یا حملات احتمالا موشک به بحرین موضوعش مطرح شد، احتمال اینکه این تحقق پیدا کنه قابل توجهه. به لحاظ اینکه اگر میشود به اربیل حمله کرد، اگر میشه پایگاه‌های در واقع آرامکو رو زد چند بار، اگر میشد به جده حمله کرد، هرچند که این حملات از طرف حوثی‌ها انجام میشه، اما حمله‌ای که به آرامکو انجام، اون حمله‌ای که در واقع به اربیل انجام شد، میتواند معنیش این باشه که بحرین هم میتونه اتفاق بیاد. اما دلیلش من فکر می‌کنم اینه که در واقع جمهوری اسلامی احساس میکنه که اون حلقه ای که در اطراف ایران اسرائیلی ها چیدن، این حلقه داره تنگتر میشه و با استقرار نیروهای نظامی اسرائیلی در بحرین احساس خطر بسیار جدی میکنن. برای همینه که هم سپاه تهدید میکنه، هم صدای کیهان در اومده و هم وزیر خارجه در این ارتباط اظهار نظر میکنه. از منظر به شرایطی که مذاکرات احیای برجام در حال حاضر وجود داره، خانم روستایی، اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، با چه هدفی جمهوری اسلامی همسایگانش رو تهدید میکنه؟ به نظر میرسه با توجه به تعلیقی که در مذاکرات ایجاد شده، مشخص نیست مذاکرات کی دوباره اثر گرفته میشه، یا این تماس هایی که هست آیا به نتیجه میرسه یا به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که اون جناح تندروی که هیچ موقع با مذاکرات نبوده، هیچ موقع با برجام نبوده و در واقع همون جناحی که در واقع همیشه زیرا هر دولتی رو در ایران میزنه، اون جناح افراطی، من فکر میکنم با این تهدیدها و طرح این موضوعات، از جمله تیتری که روزنامه کیهان داشته یا اون نکته که روزنامه کیهان مطرح کرده، من فکر میکنم تلاش میکنن که فضا رو یک جورهایی به هم بریزن و اگر هم قرار توافق صورت بگیره، توافق صورت نگیره. اگر این تهدید جمهوری اسلامی رو، خانم روستایی، در کنار نشستی که هفته گذشته بین اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس در واقع صورت گرفت، اگر بخوایم نگاه بکنیم، فکر میکنید که احتمال این هست که یک اتحاد منطقه‌ای و نظامی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره؟ همین الان اتحاد منطقه‌ای و نظامی علیه ایران شرکت گرفته، این اجلاسی که در اسرائیل بوده نقب بوده، و در واقع این اگر اتحاد نظامی نیست پس معنیش چیه؟ و واقعا آقای حسین شریعت نادری روزنامه کیهان باید بفهمه، اگر واقعا فکر میکنن که این اجلاسی که بود در واقع انگار درخت گاو در اون منطقه، ایشون گفتن در اون طنزش در درخت گاو در اون منطقه میوه داده، من فکر میکنم با این توجه که همین درخت یک شاخه‌ش هم احتمالاً در تحریریه روزنامه کیهان اونجا هم میوه داده، همین درخت در دفتر آقای علم‌الهدی مشهد هم میوه داده، اگر خبرها رو نشیدن که امروز به 3 طلبه در توی حرم و اون هم در ماه رمضان حمله شده با چاقو و 1 یا 2 کشته شده، حاکی از اینه که اتفاقا اون چیزی که روزنامه کیهان گفتن در ایران رخ داده، هم در دفتر آقای علم‌الهدی، هم در دفتر در واقع تحریریه روزنامه کیهان و همچنین احتمالاً در دفتر آقای خامنه‌ای. با این شعارها و با این تهدیدها، تهدید همسایگان، نمیشه این وضعیت رو ادامه داد. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی از ادامه محاصره شدن از سوی اسرائیل و اعرابی که دارن دوست نزدیک اسرائیل میشوند خیلی نگرانه، بسیار استراب دارن، اینی که این تهدیدها رو مطرح میکنن. سپاسگزارم از توضیحات شما. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از استکهلم.